خانم مریم رجوی 22 بهمن 1396 انقلاب بهمن برای آزادی و دموکراسی در ایران بود، اما خمینی دجال رهبری آن را دزدید. ویلان حکومت خمینی و خامنه ای را میتوان در 5 کلمه خلاصه کرد: کشتار، چپاول، ویرانی، صدور ارتجاع و تروریسم و زنستیزی. تمام ولایت فقیه همین 5 کلمه است. هموطنان، جوانان قیام آفرین، در سالگرد انقلاب 57 به مردم و جوانانی که دیکتاتوری شاه را سرنگون کردند، همچنین به جوانانی که امروز برای براندازی دیکتاتوری شیخ به پا خواسته اند، درود می فرستیم. انقلاب بهمن برای آزادی و دموکراسی در ایران بود، اما خمینی دجال رهبری اون رو دزدید و اون رو به گرداب خون کشاند. پس سلام بر شجاعان و دلیرانی که امروز برای رهایی انقلاب اسیر شده از چنگال ولایت فقیه به قیام برخواستند و زبان حال آنها این است که می کشم از دهن گرد برون انقلابی که به سرقت رفته است. یاد زنان و مردان پیشتازی گرامی باد که از بینش و عزم و فداکاری آنها آن بهمن بزرگ به وجود آمد. به حنیف نژاد و سعید محسن و اصغر بدیزادگان و احمدزاده و پویان و جزنی هزاران هزار درود. و دیکتاتوری سلطنتی و حامیان استعماری اون علیه دکتر مصدق پیشوای تاریخی ما کودتا کردند. دیکتاتوری شاه جنبش های آزادی خواه رو قلع و قمع کرد و مجاهدین و فدایی ها رو دسته دسته اعدام و یا به زندان انداخت. من به یاد میارم سالهای دهه 50 رو، چیزی که شما یادتون نیست که زندانهای شاه پر از زندانی سیاسی بود. در شهرهای سراسر ایران، در شهرهای مختلف، خانواده ها چند روز در هفته پشت در زندانها برای دیدار فرزندان و یا بستگانشون تجمع داشتن. منم در اون دوران برای دیدار برادرم محمود در اجتماع اونها بودم. زندانیان سیاسی تحت شکنجه های ساواک بودند و این خشم مردم رو هر روز بیشتر میکرد. جامعه تحت سرکوب تشنه آزادی بود و با پیشتازی سازمان های فدایی و مجاهدین فضای رعب و وحشت شکست و دیوار اختناق فرو ریخت. اون روزها دانشگاه ها در شور و التهاب بود و اعتراض ها و اعتصاب ها هر روز بیشتر و بیشتر می شد. نهایتا دیکتاتوری سلطنتی زیر فشار قیام ها و تظاهرات عمومی ناچار شد که زندانیان سیاسی رو آزاد کنه. آخرین دسته در 30 دی سال 1357 بود که زندانیان آزاد شدند و مسعود همراه موسی و اشرف و تعداد دیگری از مجاهدین و فدایی‌ها آزاد شدند. اون لحظه رو هیچ کس فراموش نمی‌کنه. وقتی که مسعود روی
بالکن زندان قصر ظاهر شد و خطاب به مردم گفت: این شما هستید که ما را آزاد کردید، این قیام شماست. باز یادم میاد اون روزها، درست سه روز بعد از آزادی زندانیان، یعنی در 4 بهمن سال 1357، مسعود به دانشگاه تهران اومد و در یک سخنرانی بسیار معروفش رو در روی خمینی به جای چیزی به نام انقلاب اسلامی که بویی از اسلام نبرده بود اما بوی دیکتاتوری تحت نام اسلام میداد، با صراحت تمام از انقلاب دموکراتیک مردم ایران دفاع کرد. و این اولین بار بود که ما و مردممون در اونجا کلمه انقلاب دموکراتیک رو میشنید. واقعا مطرح کردن انقلاب دموکراتیک تو اون زمان شجاعت و جسارت بسیار زیادی میخواست، چون اون موقع، یعنی در خرافه های 40 سال پیش، ادعا میکردند که تصویر خمینی رو در ماه دیدن. در همون سخنرانی اول مسعود باز هم به صراحت گفت: انقلاب تازه آغاز شده و من اینجا نیومدم تا روند خود به خودی قضایا رو تایید کنم. نیومدم که فقط اون چه رو که هست و فقط هست ستایش کنم، بلکه باید لختی هم به آنچه که باید باشد اندیشید. همونجا بود که گفت اونچه که باید به اون اندیشید آزادی است. و باز همونجا بود که گفت ای برادران و خواهران، ما مجاهدین سر نداده ایم که به جایش زر بگیریم، مگر جانمان را برای این داده بودیم که به جایش جاه بگیریم. و باز اون تأکید کرد که حرمت کلمه آزادی باید حفظ شود. و باز در همون سخنرانی مسعود درباره طلوع صبح آزادی گفت: مگر می شود خورشید را کشت؟ مگر می شود باد را از وزیدن باز داشت و باران را از باریدن؟ مگر می شود مانع رویدن لاله ها شد؟ و مگر می شود ملتی را تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، هرگز نمی توان خلقی را تا به ابد در زنجیر نگه داشت. و لحظات فراموشی ناپذیر اون انقلابه و البته شرح حال امروز مردم ایران هم هست. خمینی که به دلیل دیکتاتوری شاه و اعدام مجاهدین و فدایی ها شرایط براش فراهم شده بود، رهبری انقلاب رو به سرقت برد و مسیر ارتجاع و استبداد رو در پیش گرفت. یک سال بعد خمینی قانون اساسی ولایت فقیه، یعنی حاکمیت ملاها رو به جای حاکمیت مردم به کرسی نشاند و چند سال بعد به قول خودش سلطنت مطلقه فقیه، یعنی حاکمیت مطلق
و بی قید و شرط آخوندی رو برقرار کرد. در حالی که مردم ما در قیام‌هاشون هیچ وقت چنین نظام منحوسی رو نخواسته بودند. خمینی بیشتر فعالان قیام‌های سال 56 و 57 رو از دم تیغ گذروند. جوانها و نوجوانان مجاهد و مبارز رو که در دهه 60 و قتل عام‌ها اعدام شده بودند، همشون یادتون باشه که کسانی بودند که برپا دارندگان همون انقلاب بودند. خمینی دشمن آرمان‌های مردم ایران و انقلابشون بود. خمینی دشمن مصدق بود، دشمن انقلاب مشروطه بود، وارث شیخ فضل الله و آخوند کاشانی یعنی مرتجعان امروز و همدست اون در کودتای 28 مرداد بود. و بیلان حکومت خمینی و خامنه‌ای رو میشه در 5 کلمه خلاصه کرد: کشتار، چپاول، ویرانی، صدور ارتجاع و تروریسم تحت نام انقلاب و ویژگی بسیار بسیار بارز زن ستیزی. تمام ولایت فقیه فقط همین 5 کلمه است. با این همه مردم ایران هیچگاه به این رژیم رضایت نداده اند، هیچگاه به این رژیم تسلیم نشده اند و هیچگاه از رویای خود برای آزادی و حاکمیت مردم دست بر نداشته اند.